رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده میان خانه و منبرم باقی از باغهای بهشت است، باقی که مؤمنان آن را زیارت می کنند، دنیا را رها کرده تا از این باغ بهشتی در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهره مند شوند. در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم جایگاهی مبارک و باقی از باغهای بهشت قرار داره. مسلمانان برای نماز خواندن، سجده های طولانی و دست به دعا شدن با چشمانی اشکبار با یکدیگر رقابت می کنند، با امید به رحمت و آمرزش و رضایت خداوند عزوجل. امروز انشالله با روزه شریفه و نحوه رسیدگی و نظافتش آشنا خواهیم شد. بریم یکی از مهمانان مسجد نبوی رو پیدا کنیم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حالت چطوره؟ زنده باشی. صبحت بخیر. صبح شما پر از خیر و برکت باشه. اسم تو به من میگی؟ من محمد جمال ابوالنور هستم. خیلی خوش آمدی عمو محمد. اهل کجایی؟ اهل سوریه ام، از دمشق. خوش آمدی. زنده باشی. حالت چطوره؟ خدا رو شکر. ببخشید که مزاحم قرآن خوندنتون شدم. خدا جزای خیرت بده. سلامت باشی. خدا حفظت کنه. میخواستم بپرسم، بفرما. قبلا در روزه شریفه نماز خوندی؟ خوندم شکر خدا، البته قبلن بوده، قبلن وقتی که، یعنی خیلی وقت، خیلی وقت پیش. بله. درباره نظافت روزه شریفه چیزی هم میدونی؟ حقیقتش برادرم، روزه شریفه ماشاءالله همیشه پاک و تمیز بوده. دوست داری امروز با هم بریم روزه شریفه و من و تو در نظافت این روزه با هم شریک بشیم؟ برادر، افتخار خیلی بزرگی. خدا به جزای خیر بده، بهت برکت بده. آماده ایم و محمد؟ چرا که نه برادرم. پس بریم با هم. به امید خدا بده. ممنونه، بفرمایید. بسم الله. کارکنان اینجا یکی از بهترین کارکنای حرم هستن. ماشاءالله. چون این کار نیاز به مهارت و وقت شناسی و سرعت عمل داره، برخلاف جاهای دیگه. برادر یاسر، برای نظافت روزه از چه مواد یا وسایلی استفاده میشه؟ در مسجد نبوی همیشه از بهترین تجهیزات استفاده میشه. مواد مورد استفاده برای نظافت هم غیر شیمیایی است، برای سلامتی زائرین. همه موادها خوب و با کیفیت هستن. راستش من و عمو محمد خیلی دوست داریم که در نظافت روزه سهیم بشیم. این واقعا یه افتخاره که خدا به ما داده و شما هم الان این افتخار رو پیدا خواهید کرد انشاءالله. بفرمایید. برای قباروبی از پر شترمرغ استفاده میشه، چون فلز رو خش نمیندازه. روزی 4 بار اینجا تمیز میشه. این قفسه های قرآن به صورت منظم قباروبی میشن. ماشاءالله، گفتی که 4 بار در روز روزه شریفه نظافت میشه. قطعا دیگه آلودگی نمیمونه. به خاطر این هست که نسبت اشتباه به 0 فرسه. بله، همین چیزیه که داریم میبینیم الحمدلله. بعد از اینکه روزه کاملا جارو زده شد، خوشبو کرده. ماشاءالله عمو محمد، عجب بویی داره. واقعا خوشبوه. انواع زیادی امتحان شد تا اینکه اینو انتخاب شد. ماندگاریش هم بیشتره و آزاردهنده هم نیست برای زائرین. خداوند به این حکومت گرانقدر به خاطر توجهی که به حرم شریف داره جزای خیر خدا بهت برکت بده. خدا جزای خیرشون بده و مخصوصا به شما پاداش بده. کار اینجا همینی بود که دیدید و انشالله بهترم خواهد شد. موفق باشی برادر. زنده باشید. خدا نگهدار. خدا به همه شما. زنده باشید. خدا نگهدار. عمو محمد. بله جانم. خدمات رو دیدی؟ بله.
و زحمتی که برای روزه شریفه کشیده میشه، برای نظافتش. هر روز پشت هم روزه داره، نظافت میشه. به نظرت خدمات در روزه چطور بود؟ میشه بهمون بگی؟ ماشاءالله، قبل از هر چیز واقعا کار سختیه، خیلی سخته، ولیکن ماشاءالله با نظم و اصولی که داره، ماشاءالله خیلی سریعتر از معمول تموم شد. کارکنان بیرون رفتن تا مردم بتونن وارد روزه بشن. الحمدلله. قبلا میدونستی که روزی 4 بار اینجا نظافت میشه یا نه؟ نه. حصار خارجی حجره در روزهای 5، 13 و 25 از هر ماه نظافت شده و برای نظافت روزه شریفه 60 کارگر مشغول به کار هستند. مردان در 24 ساعت شبانه روز میتونن بخش جلویی روزه شریفه رو زیارت کنن. و نوبت زنان 2 بار در روز، یکی بعد از نماز صبح تا 1 ساعت قبل از نماز ظهر است و دیگری بعد از نماز عشاء تا 1 ساعت قبل از نماز صبح است. به صورت گروهی اجازه ورود داده میشه تا امکان حضور بیشترین تعداد از نمازگزاران در روزه شریفه ایجاد بشه. راستش برادر عبدالعزیز، امروز از خوشحالی دارم پرواز میکنم، به خاطر اتفاقی که برام توی حرم نبوی شریف و مخصوصا در روزه شریف افتاد. کاری که همراه شما انجام دادم عالی و غیر قابل وصف بود. من اینو از لطف خدا میدونم که منو انتخاب کرد تا با شما باشم و سپاسگزارم. خدا حفظتون کنه از همراهیت و مشارکتت در روزه شریفه. خدا جزای خیرتون بده برادر. خدا بهت عمر همراه با سلامتی و عافیت بده. ممنونم عزیزم. ممنونم عزیزم. ممنونم جانم. ممنونم. از کنار این روزه شریفه، مکانی که سزاوار بهترین رسیدگی ها رو داره با شما هستم و چنان که رسول خدا فرموده، بین خانه و منبرم باقی از باغهای بهشت است. همه برای نماز در این روزه شریف رقابت می کنند. با امید دیدار شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار. الطائفين العاكفين مطهر بيت الإله لمن سما وأتاه شرف لمن بذل الجهود لراحة ساعين والداعين ذاك الجاه ويطوف بالزوار حين طوافهم وبخطوهم يسعى إلى مولاه الضيف ضيف الله وهو ببيته طوبى لخادمه ومن يرعاه طوبى لخادمه ومن يرعاه